مسئولین در لاس وگاس هنوز در پی جزئیات بیشتر در مورد حادثه یکشنبه در آن شهر هستند. پرزیدنت ترامپ واکنش مردم و پلیس به این مرگبارترین تیراندازی در تاریخ معاصر آمریکا را به عنوان مظهری از همبستگی آمریکاییان در لحظات سخت و بحرانی ستود. پرزیدنت ترامپ به همراه همسرش ملانیا که دیروز از مجروحان در بیمارستان عیادت کرده بود، در جریان دیدار از مقر پلیس لاس وگاس بر حرفه‌ای بودند و شجاعت مجریان قانون تاکید گذاشت. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. پرزیدنت ترامپ پس از عیادت از مجروحان حمله مرگبار در مرکز پزشکی دانشگاه لاس وگاس گفت مردم نشان دادند چگونه میتوان در سخت‌ترین شرایط یار و یاور یکدیگر بود. برخی متحمل جراحت‌های بسیار بسیار سختی شدند، اما صحنه را ترک نکردند و می‌خواستند به دیگرانی که به زمین می‌افتادند کمک کنند. همسر هدل میلتون یکی از آنها بود که جانش را برای نجات همسرش داد. او بازوانش را دور من گرفت و هر دو شروع به دویدن کردیم و همون وقت احساس کردم که تیر خورده و هر دو به زمین افتادیم. پرزیدنت ترامپ در ملاقات با مقامات پلیس و امدادگران از واکنش سریع آنها قدردانی کرد. جهان شما را نگاه می کند. شما با واکنشی سریع معنی حرفه‌ای بودن را نشان دادید. تیراندازی می تواند ساعت‌ها ادامه داشته باشد. شما باید به خودتان افتخار کنید. رئیس جمهوری آمریکا واکنش رانندگان تاکسی در لاس وگاس را نمونه‌ای از همبستگی مردم خواند. رانندگان تاکسی ها فوق‌العاده عمل کردند. زن جوانی می گفت راننده تاکسی مسافران را پیاده کرد و زخمی شدگان را به بیمارستان برد. پرزیدنت ترامپ رفتار مردم در زمان حمله را شجاعانه توصیف کرد. در تاریک ترین لحظات آنچه می درخشد مهربانی است که در قلب همه مردم می جوشد. پرزیدنت ترامپ تیرانداز را مریضی دیوانه خوانده است. پلیس لاس وگاس بر این تصور است که مهاجم ممکن است در این جنایت همدست داشته است. باید تصور کرد که او در مرحله‌ای در تدارک برای این حمله از کسی کمک گرفته بود و ما می‌خواهیم در این باره مطمئن شویم. وکیل ماریو دنلی دوست دختر استیون پداک که در تیراندازی به سوی مردم در کنسرت 59 نفر را کشت و نزدیک به 600 نفر را زخمی کرد گفت موکلش از برنامه‌ریزی پداک برای این حمله هیچ اطلاعی نداشت. دنلی در زمان تیراندازی در فیلیپین بود و پداک $100,000 برایش فرستاده بود تا خانه‌ای برای خانواده‌اش بخرد. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.